بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرانقدر، دوستداران برنامه، سلام و درود باد بر شما عزیزان بیننده ای که همین اکنون بیننده یا تماشاگر برنامه چراغ هدایت هستید. خوش هستم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم. دوستداران خوبی ما، در نخست توجه بفرمایید به تلاوت چند از کلام وحی الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدند برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را از عذاب الهی بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پرده افکنده شده و عذاب بزرگ در انتظار آنهاست. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. گروه از مردم کسان هستند که می گویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، در حالی که ایمان ندارند. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه. عزیزان بیننده، حال ارشادات دکتر سید محمد حسین جعفری را داریم. موضوع بحثشان در رابطه به نشانه های حکومت یزیدی هست. بین بدانیم که حکومت یزیدی کدام نشانه ها و یا کدام اعمال ناروا و ناسزا را با خود داشت که آن هم سبب شد تا امام علیه السلام به آن بیعت نکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بینندگان عزیز و شنوندگان بزرگوار، در ماه محرم الحرام قرار دادیم. بحث ما پیرامون ویژگی های حکومت یزیدی و یا خط یزیدی بود. اولین علامت و نشانه حکومت یزیدی عرض کردیم این است که این حکومت بر اساس مبانی و قوانین به وجود نیامده، چون در مورد حکومت تا اون زمان دو مبنا وجود داشت. یک اینه که حکومت و حاکم اسلامی تعیینش با خدای تبارک و تعالی جل و علا هست که نظریه علویین بود، و یا اینه که حکومت را مردم تعیین میکنه بر اساس رأی مردمه. حکومت یزید نه مشروعیت از جانب خدا و رسول خدا داشت و نه هم از جانب رأی مردم به وجود آمده بود، بلکه یک حکومت خودکامه به شکل موروثی از خلیفه قبلی به او انتقال یافته بود، و این یک بدعت بسیار زشت و ناروایی بود که در دین مقدس اسلام ایجاد شده بود. و امام حسین علیه السلام به عنوان بزرگترین فردی از خاندان نبوت و رسالت نمی توانست با چنین بدعتی موافقت نشان بدهد. مفسده دومی که در این حکومت وجود داشت این بود که علی القاعده در حکومت‌های اسلامی مسائل دینی و اسلامی رعایت می شد، ولی این آدم به هیچ کدام از مبانی دینی و اسلامی اعتقاد نداشت و دین مقدس اسلام و احکام نورانی شریعت اسلامی را که نبی مکرم اسلام از جانب خدا پایه‌ریزی کرده بود و خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم برای تحکیم آن تلاش کرده بودند، او را به باد مسخره می گرفت. سوم، شخص خودش بود که یک مفسده بود.
یک آدمی که به هیچ کدامی از مبانی دینی پابندی نداشت. ویژگی دوم این خط یزیدی عرض کردیم این است که حکومت به هیچ وجه اهل سازش و اهل مسامحه و تساهل و تسامح نبود. سفارش شده بود که با 3 نفر از اصحاب رسول خدا من جمله فرزند رسول خدا حسین ابن علی علیه السلام، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین با تساهل و تسامح و با مروت عمل شود. حکومت اسلامی از ویژگی هایش این است که با مردم خودش با حسن نیت و با حسن نظر و با مردم خودش مطابق احکام شرعی عمل کند. ولی حکومت خودکامه یزیدی از نشانه هایش این بود که جنگ، خونریزی و تحمیل عقیده باطل خود بر دیگران. یعنی مردم مسلمان در اون زمان 2 تا اختیار بیشتر نداشتن، یا باید تن به ذلت می دادن و این حکومت جائر و ظالم را بپذیرند و یا دست به شمشیر بزنن و یا به هر حال زنده بمانند با ذلت و یا اینه که در راه خدا کشته شوند. و معلوم بود که فرزند رسول گرامی اسلام وقتی می دید که در این حکومت حلال خدا حرام می شود، حرام خدا هم حلال می شود، با مسلمان ها به ظلم و ستم عمل می شود، بیت المال را به نحو و به شکل اسراف و تبذیر خرج می کنند، کسی حق بیان نداشت، کسی آزادی نداشت، کسی اون کرامت انسانی که خدا به انسان کرامت داده، رسول علیه السلام به انسان کرامت داده، و این حکومت این امر را رعایت نمی کرد. ویژگی سوم این حکومت عوام فریبی بود. معلوم است که هر حکومت های خودکامه عوام فریبی می کنند. ملاهای درباری را می آورند و اعمال خود را توجیه می کند و حکومت از صالحان فاصله می گیرد. باید بدانیم در هر کجا دیدیم که حکومت عوام فریبی می کند، مردم را فریب می دهد، به ظاهر دین هم حتی عمل نمی کند و احکام اسلامی و شریعت اسلامی را برای ادامه حکومت خود به استخدام می گیرد. در چنین حکومتی انسانهای صالح و دلسوز و عالم و دانشمند نمی توانند ساکت بمانند، چون در موقع فتنه ها بر عالم دین، بر آگاه به مسائل زمان لازم است که علم خود را در اختیار دیگران قرار بدهد و جامعه را خصوصا نسل جوان را باید روشن کند. دین مقدس اسلام و شریعت الهی باید سرلوحه کار حاکمان اسلامی باشد، نه اینی که شریعت در اختیار حاکمان باشد، بلکه حاکمان باید خود مروجین احکام الهی باشند. هر کجا دیدیم حکومت ها آمدن شریعت را در اختیار گرفتن، احکام الهی را در استخدام خود گرفتن و به هر نحوی که خود میخواهند اعمال خود را با ظواهر آیات و روایات توجیه میکنند، یا احتمالاً افراد درباری را میارن که اعمال اونها را توجیه کند، باید بدانیم که این حکومت حکومت الهی نیست، حکومت اسلامی نیست، خط خط حسینی نیست، بلکه خط خط یزیدی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان خوب ما، در این قسمت حال حدیث منوری از پیامبر نور را میشنویم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دور خانه خدا طواف کنید، رکن حجر الاسود را دست بسایید، زیرا
به منزله دست راست خدا در زمین است که با بندگانش دست می دهد. امر به معروف و نهی از منکر از جمله اهداف بزرگ حرکت امام حسین علیه السلام می باشد. ارشادات را در همین مورد از استاد سید مصطفی مرتضوی دارد. هدف اساسی من به خاطر اینه که من به یزید بیعت نکردم، یزید و یزیدیان کسانی که در اطراف یزید بودن، مخصوصا مأموریت را که به والی مدینه سپرده بود که از من بیعت بگیره و من در اینجا یعنی جواب منفی دادم، به این خاطر بود که اگر من بخواهم به یزید و یزیدیان بیعت نمایم، در اینجا هست که مسئله امر به معروف نهی از منکر به تمام معنا به تمام مصادیقش از بین میرن. بناهن هدف اساسی من در او جملات زیبا و جملات سرنوشت سازی که هنگامی که از مدینه حرکت میکنه، یعنی برای تمام آزادی خواهان جهان در هر عصر و برای هر نسل بیان میکنه ای است که خب ما خارج میشم به خاطر چی هست؟ به خاطر طلب آوردن اصلاحات در بین امت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست. و هدف ما نه به خاطر این هست که ما به نام و به نوا و به عریکه قدرت برسم، بلکه اون چیزی که هدف اساسی ما را از این نهضت تشکیل میده و در مقابل خواست یزیدیان ما در اینجا از خود امتناع را نشان دادیم و موضع من در مقابل اونها موضع یعنی نهی کردن و خط بطلان کشیدن بر او مسیر زمامداران مثل یزید و یزیدیان هست، به خاطر مسئله امر به معروف و نهی از منکر هست. بناهن در یک حدیث هم از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بیان گردیده است که از چندین تا شخصیت های شخیص جهان اسلام از اون جمله امام محمد باقر علیه السلام این حدیث پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکنه که در این حدیث دقیقا عظمت و شگوفایی یک جامعه را در سایه انجام دادن و در سایه رفتن به امر معروف نهی از منکر به همون شکلی که قرآن یعنی بیان میکنه و افتخار میکنه که جامعه مسلمانان بهترین جامعه هست. یکی از رازهای بهتر بودن جامعه مسلمانان مسئله امر معروف و نهی از منکر است. بنابراین در این حدیث هم بیان شده است که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء، امر به معروف نهی از منکر راه همه انبیا هست. خداوند همه انبیا، همه پیامبران که فرستاد، دلیل اساسی و هدف اساسی و اهداف اساسی همه پیامبران مسئله ایجاد و مسئله آوردن امر به معروف و نهی از منکر بود و منهاج الصلحا. و همین قسم این مسیر و این راه انسانهای صالح که اونها اهل دل هستند، اهل عرفان هستند، در نزد خدا مقام منزلت معنوی دارن، راه این هاست مسئله امر به معروف نهی از منکر. کنا امر به معروف و نهی از منکر به تمام معنا هستند. بعد در ادامه امی حدیث است که فریضتون عظیمه بها تقام الفرائض، که این یک فریضه عظیم هست، یکی از مسائل بسیار اساسی در اسلام هست که اگر ای به طور اساسی در بین جامعه اسلام پیاده شود، تمام فریضه ها، تمام واجبات در سایه انجام امر به معروف و نهی از منکر یعنی عملی میشه و او جامعه داره به سوی رفاه و فلاح میرسه، با امید اینه که خداوند انشاءالله به عظمت ماه محرم الحرام، به عظمت شهدای سال 61 هجری که در رأس حسین ابن علی هست، آوردن اصلاحات و آوردن زمینه تحقق بخشیدن امر به معروف و نهی از منکر را در تمام جهان اسلام مخصوصا در افغانستان لطف عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام
تشکر میکنم دوستداران برنامه چراغ هدایت، چون لحظات آخر هست ناگزیر از حضور شما ایزان مرخص شوم. در اخیر هم نعتیه را داریم، تا برنامه بعد بدرود. از این دنیا تو را روزه سوی عقبا گذر باشد، نمی ترسیم از آن ساعت که در رست خطر باشد، نمی ترسیم از آن ساعت که در رست خطر باشد. زیزرائیل نیندشی که ناگه به خبر آید، زیزرائیل نیندشی که ناگه به خبر آید. خوشان حالیم کسی کندم از آن ساعت خبر باشد، خوشان حالیم کسی آندم که از آن ساعت خبر باشد. نمی ترسیم از آن ساعت که در رست خطر باشد. قدم لنگیم کند آندم، نفس تنگی کند آندم، قدم لنگیم کند آندم، نفس تنگی کند آندم. زن و فرزند دو خیشانت در آن دم نو حگر باشد، از این دنیا تو را روزه سوی عقبا گذر باشد، نمی ترسی از آن ساعت که در رست خطر باشد. خوری خون مسلمان را چگونه می دهی جان را، خوری خون مسلمان را چگونه می دهی جان را. ستاند است تو ایمان را چو الله داد و گر باشد، ستاند است تو ایمان را چو الله داد و گر باشد. اگر ایمان طلب داریم به مردان خدا بنشین، اگر ایمان طلب داریم به مردان خدا بنشین، که بی ایمان به مردان خدایی کی نور باشد، که بی ایمان به مردان خدایی کی نور باشد. نمی ترسیم از آن ساعت که در رست خطر باشد،
حالا ای شیخ خسد الدین بکنج آفیت بنشین حالا ای شیخ خسد الدین بکنج آفیت بنشین که حق گفتن بنا الان زبد کاری بتر باشد از این دنیا تو را روزی سوی عقبا گذر باشد نمی ترسیم از آن ساعت که در رسد خطر باشد نمی ترسی از آن ساعت که در رسد خطر باشد هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه الصلاة و علیه السلام.